سلام عرض میکنم خدمت شما بسیاری از عزیزانی که در اینستاگرام ما رو فالو میکنن سوال پرسیدن که منظور از نرخ بهره بین بانکی چیست. ابتدا خدمتتون عرض کنم که نرخ بهره بین بانکی اسامی متعددی داره. تحت عنوان نرخ شبانه هم شناخته می شود. تحت عنوان نرخ سیاستی هم شناخته می شود. نرخ بهره بین بانکی مهمترین شاخصی هست که ما در سیاست گذاری پولی استفاده می کنیم و برای همین نرخ بهره بین بانکی در کشورهای پیشرفته مورد توجه جدی فعالان اقتصادی قرار دارد منظور از نرخ بهره بین بانکی نرخ بهره هست که بانک ها در بازار بین بانکی به همدیگه وام می دهند معمولا در کشورهای مختلف بازار بین بانکی رو بانک مرکزی به وجود می آورد و بنابراین پولی که در بازار بین بانکی چرخش می کند پولی است که بانک مرکزی به وجود آورده است تک تک بانک ها در بازار بین بانکی حساب سپرده دارند و چی که بانک ها در حساب سپرده قرار می دن در بازار بین بانکی تحت عنوان سپرده سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی یا تحت عنوان ذخیره بانک ها نزد بانک مرکزی شناخته میشه حالا این ذخیره مثلا فرض کنید بانک ملت در نزد بانک مرکزی مثلا هزار میلیارد تومن سپرده گذاری کرده از این هزار میلیارد تومن بخشیش رو مکلف است که نزد بانک مرکزی نگه داره این بخشی که بانک مکلف است نزد بانک مرکزی نگه داره تحت عنوان سپرده قانونی یا ذخیره قانونی شناخته میشه بخش دیگری هست که مازاد هست تحت عنوان سپرده مازاد یا ذخیره مازاد شناخته میشه البته اینها از هم دیگه تفکیک نمیشوند اگر هزار میلیارد تومان به عنوان مثال بانک ملت نزد بانک مرکزی داره از این هزار میلیارد تومان مثلا 800 میلیارد تومان تحت عنوان سپرده قانونی شناخته میشه اون فاصله بین هزار میلیارد تومان و 800 میلیارد تومان 200 میلیارد تومان رو سپرده مازاد میشناسیم مجموع کل این حساب سپرده ای که بانک های مختلف نزد بانک مرکزی دارن تحت عنوان پای پولی شناخته میشه بنابراین اگر که شما شنیدید به درستی که عنوان میشه که وقتی پای پولی افزایش پیدا میکنه احتمالا در آینده نقدینگی افزایش پیدا کنه و تورم رشد کنه این نشون میده که این مبحث بازار بین بانکی و سپرده های بانک و بانک مرکزی و مجموع اینها که پای پولی عنوان میشه این مطلب مطلب خیلی مهمی در اقتصاد هست حالا در هر روز بانک ها باید با همدیگه دیگه تصویه انجام بدهند مثلا هزار میلیارد تومن بانک ملت نزد بانک مرکزی داره 700 میلیارد تومن مثلا بانک تجارت نزد بانک مرکزی داره مبادلاتی مشتریان این بانک ها انجام دادند به صورت خالص در انتهای روز مثلا باید 200 میلیارد تومن بانک تجارت منتقل کنه به بانک ملت اگر بانک تجارت به اندازه کافی سپرده نداره یا به اندازه کافی سپرده مازاد نداره این 200 میلیارد تومن رو بانک تجارت نمیتونه به بانک ملت منتقل کنه بنز کافی پول نداره خیلی عادی مثل اینکه بنده قرار هست خدمت شما امروز پولی رو تقدیم کنم خب بنز کافی وجه ندارم چه میکنیم بانک تجارت باید قرض کنه اون نرخی که در بازار بین بانکی بانک تجارت از سایر بانک ها استقراض میکنه در اون روز خاص و به بانک ملت تقدیم میکنه تحت عنوان نرخ بین بانکی شناخته میشود اگر که مقدار مبادلات در اقتصاد بالا باشه این نرخ خب تقاضا برای در واقع نقل و انتقالات بالا میره تقاضا برای سپرده ها افزایش پیدا میکنه پس نرخ افزایش پیدا میکنه اگر که رکود در اقتصاد به وجود بیاد مثل حالتی که در ابتدای سال 99 به دلیل بحران بحران کرونا شکل گرفت اگر که رکود در اقتصاد به وجود بیاد یا اینکه مقدار عرضه پول در بازار بین بانکی به شدت افزایش پیدا کنه بانک مرکزی اقدام به خلق پول کنه شما میبینید که نرخ بازار بین بانکی یا نرخ در واقع نرخ سیاستی متاسفانه کاهش پیدا میکنه البته متاسفانه که عرض کردم بستگی به شرایط اقتصادی داره اگر که واقعاً بنای بانک مرکزی سیاست بانک مرکزی کاهش نرخ باشه اتفاقا خیلی هم در واقع شرایط خوبی رو میتونه فراهم کنه منتها بستگی به شرایط اقتصادی داره نرخ بازار بین بانکی اگر کاهش پیدا کنه اگر نرخ تورم خیلی بالاتر از نرخ بازار بین بانکی باشه همین کاهش نرخ بین بانکی منجر به تشدید تورم خواهد شد من در آینده مجددا در مورد اهمیت نرخ بین بانکی خدمت شما توضیحات بیشتری رو عرض خواهم کرد فعلا خدا نگهدار شما